سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون فرانوری و برنامه تلگی از تاریخ. با یوسف اردلان هستیم و رخدادهای تیر ماه. درود بر شما یوسف جان. سلام بر شما و بینندگان گرامی. همواره تیر ماه رو با سی تیر ماه 1331 و قیام تیر ماه در واقع معنا میدن و قیامی که در واقع عنوان قیام ملی، قیام تاریخی برای حضور مردمان ایران علیه استبداد معنا پیدا کرده. در این حال تیر ماه حوادث و افسابات و حرکت های سیاسی دوره 57 و پس از اون رو معنا میده و اینک در واقع اعتصاب بزرگ کارگران نفت و پتروشیمی و نیروگاه ها برای همه ما نشانه های آن دوره های شگفت‌آور حرکت های عمومی مردم و آمدن مردم به خیابان و نبرد اعتصابی رو معنا میده. در این حال باز تیر ماه، 8 تیر خصوصا روز جان باختن فرمانده بزرگ فدایان حمید اشرف و یارانش هست. دوره‌ای که میشه گفت روزی که تا حد زیادی سرنوشت سازمان فدایی رحم خورد به گونه دیگری، سازمانی که بر فداکاری ها و جانفشانی ها و استواری های فراوان بنیان نهاده شده بود، با مرگ و در واقع کشته شدن حمید اشرف و رهبران جنبش فدایی در 8 تیر 58 55 و همه در واقع اون سال خونین 55، میشه گفت سرنوشت فدایی به دست کسانی افتاد که بعداً سازمان فدایان اکثریت رو بنیاد نهادند. تو این دوره میشه گفت که شما با این حوادث زندگی کردین و حوادث کردستان هم هست و اون مقدمه چینی های بعد از قیام 57 و حرکت هایی که نیروهای اسلامی توی منطقه کردند و بعدن زمینه های اون در واقع حمله سراسری به کردستان رو در 28 مرداد 58 فراهم کرده. تو این تیر رو شما چطور دیدین؟ اگر از عقبش تیر 31 شروع کنیم تا از دوران جالبی رو مبدع قرار دادید و شروع بکنیم که به حساب اونان سی تیر چرا به وجود اومد. اگه توجه بکنیم از سال در واقع 27 به بعد، بحرانی که حکومت ایران رو اون موقع گرفته بود، مسئله نفت، و چون حداقل آزادی هایی بود مجلس حرف برای گفتن داشت، در مجلس 16 مسئله نفت مطرح شده بود. اتفاقا آغاز بی مناسبت نیست اشاره بکنیم که مبارزات صنعت نفت از همون سالا رو به اوج گذاشت و حتی مسئله به اصطلاح مدی شدن نفت و مسئله پیش اومد، قرار داده گسکلشاهیان که تغییراتی رو در روابط با کنسرسیوم مطرح میکرد، اینا همش نکات جالبیه مال سالهای 29-30-31. و سال 31-30 در واقع دیگه مجلس 16 تموم میشه، برای انتخابات مجلس 17 هم اون موقع شاخشونه کشیدن، در واقع ارتش هم ارتش در دست شاه بود، یعنی فرمانده کل قوا شاه بود و رسما برای اینکه مجلس آینده که اون موقع میشد مجلس 17 در مقابل با مسئله نفت نماینده هایی رو خواستن مهندسی بکنن، نماینده هایی رو رسما بفرستن، ارتش مستقیما دخالت میکرد. نمونه های زیادی هست که ارتش میخواست دخالت بکنه در انتخاب ایکس و ایگرک و این مسئله باعث شده بود که
مصدق بود که نخست وزیر بود، بنا به پیشنهاد مجلس قبلی نخست وزیر شده بود، از شاه خواست که وزارت جنگ رو هم دیگه نباید شاه در دست داشته باشه، و طبق قانون و قرآن که در هر صورت نخست وزیری که عامل اجرایی هست و ارتش هم جز به تحت پوشش وزارت داخله باید قرار بگیره، وزارت کشور، و وزیر جنگ رو به اصطلاح وزارت جنگ رو هم به خودش به اصطلاح منتقل بشه، که در اونجا شاه مخالفت میکنه و این مصدق هم استعفا میده. این حدود آذر ماه فکر کنم باشه، آذر 30 هست، و مجلس اون موقع قوام سلطنه رو، احمد قوام، قوام سلطنه رو پیشنهاد میکنه به شاه. در هر صورت قوام سلطنه که خودش یکی از رجال در واقع شازده قجر موفقی هست در امور سیاسی، اون قدرت رو به دست میگیره، نخست وزیر رو به دست میگیره، و جمله همون معروف اینه که کشتیبان را سیاست دیگر آمد، شروع میکنه به اصطلاح میخواد در با قدرت یه مقدار که پشتیبانی ارتش رو داشت در تقابل با حرکت که صدرش چیز بود، صدرش شرکت نفت بود و مبارزین کارگرای شرکت نفت بودن. البته در کنار اون هم مسئله تهدید، یعنی محدود کردن، تهدید باهه محدود کردن در واقع بهره مالکانه و اصلاحاتی که در امور رابطه ارباب و رعیتی در واقع به نظرشون میرسید، که نکته های زیادی داشت که اون خودش در واقع میشه گفت خدمت زیادی داره، و یکی از کسایی که خوب روش تحقیق کرده خانم لیمتون بود از انگلیسی، که متاسفانه یه دونه ایرونی نداریم که مثل لیمتون رو مسئله ارضی اینقدر قشنگ تغییر کرده باشه. در هر حال مسئله منظوری که دو عامل خیلی مهم اون موقع عمل میکرد، یکی مبارزین شرکت نفت بود، یکی هم یواش یواش به وجود اومدن یا حرکاتی در جهت شورش دهقانی، که البته مش با شورش های دهقانی بزرگی روبرو نیستیم، ولی گوشه و کنار به وجود اومده بود. مثلا ارباب کشتن، من در بچگی یادم میاد، اون موقع من البته واقعا بعد 10 سالم نشده بود هنوز، فرض کن یک ارباب رو، یکی از اعیان کردستان رو کشتن، دوتا از مباشرا کشته شد در منطقه مکریان 3 روز که اونان سال 31 چیز پیش میاد، یه شورش 3 روزه ای البته هست و سرکوب میشه، ولی منظوری که این حرکات از یه طرف کشاورزی که احتیاج داره به رفاه، احتیاج داره به تغییر، و از اون برم مسئله یه کارگر شرکت نفت، این واقعا اونجا دیگه کارگر آورده خانه با هم دیگه داس و چکرد عمل میکردن، میشه گفت در سطحی، ولی در سطحی عمل میکردن. این بود در هر صورت این تعارض تبدیل شده بود به تظاهرات خیابانی، فعالیت های حزبی که اون موقع هنوز امکان فعالیت های علنی حزبی بود، حزب توده، هرچند نه به نام حزب توده، ظاهرن مخفی، ولی در زمان مصدق اجازه فعالیت داده شده بود و فعالیت میکرد، چون سال 27 ممنوع اعلام شد، سال 27 تیراندازی که به شاه شد 15 بهمن حزب توده ممنوع بود، ولی عملا فعالیت میکرد. احزاب دیگه پان ایرانیست بود، سومکا بود، حزب ملت ایران بود، حزب ایران بود، تمام اینا همه شد، حزب زحمتکشان بقایی بود، تمام اینا شروع کرده بودن به فعالیت کردن و در واقع قوقای به وجود اومد. در این شرایطی که
در واقع در دیگه به اوج قضیهش در تیر ماه و اون در واقع به عنوان یک قیام یا دیگه حوصله ملت در این پنج ماه حکومت قوام سلطنه سر رفته و مخصوصا در تهران و شهرهای دیگه هم البته اصفهان و شیراز و آبادان اینا ریختن به خیابونا. و این آیا واقعا یک و جالبیش اینه که هیچ وقت کسی هم مدعی نکرده که این رو با سازماندهی معینی اومده باشن، چون واقعا روز به روز این اعتصابات و این تظاهرات روز به روز اوج میگرفت تا رسید به روز 30 تیر که فرمان آتش هم داده شد. البته رسمی اون موقع 16 نفر یا چیزی رو میگفتن کشته شد، ولی گویا حدود 60-70 نفر در همون خود تهران به اصطلاح کشته شده بودن. و این شورش، این قیام باعث شد که قوام سلطنه سقوط بکنه و شاه مجبور بشه دوباره مصدق رو بیاره سر کار و وزارت جنگ رو هم بهش بده. و دیگه مسیر به جهتی رفت که میبینیم اولا در همون سال 31 مسئله تهدید بهره مالکانه، یعنی رفرم هایی در قوانینه در واقع ارباب رعیتی رفرم خیلی مهمی هم بودن از نظر بهره برداری به اصطلاح کشاورزان و یازارین، چون نکته های جالبی رو در همون موقع به کار می برن. متاسفانه شخصا زمینه های اجتماعی یه مقدار هم میشه گفت ضعیف بود، یا به طور کلی الان وقتی بعد از 50-60-70 سال نگاه میکنه آدم میبینه مسائلی رو جالب اون موقع مطرح کردن که مثلا سالهای 50 که اون موقع به قول میگه من دیگه عقلم میرسید ماها راجبون فکر نمی کردیم. داره را در مورد همون تهدید بهره مالکانه فکر رو میکنه، میگه اگر مثلا وسایل کشاورزی رو مثلا تراکتور فلان این رو بیاریم و کارگرای کشاورزی الان بیکار بشن، اینا باید فکری بکنیم برای کار پیدا کردن اونا، یعنی اینا رو ول نکنیم تو بیان تو شبکه. عوارضش رو بعدا دیدیم که شاه این کار کرد و عوارضش رو دیدیم و منظورم که با منطقی میرفتن جلو و اون موقع بتونن با اون قسمتش با مصدق موافق نبود. ظاهرا دلیلش دلیل رادیکالی بود ولی فقط بهانه بود، چون نمیخواد با مصدق جور بشه، چون میگه اون به سلام مالکیت زمین رو مال اربابا رو قبول کرده. خیلی خوب این مالکیت رو مصدق نبود که قبول کرده بود، مشروطه اینه قبول کرده بود، اون قانون قانونمندی بود، آدم مستوفی بود، لقب انقلابی نمیشه گفت به مصدق داد. مصدق حتی زمان انقلاب مشروطه همون موقع رفت سوئیس قانون خوند. آره رفت قانون خوند و به اون قانون معتقد بود، باور داشت به اون قانون، باور داشت به آدم بسیار شرافتمندی که به قانونی که خونده بود باور داشت. اون یکی از قانون باورها بود، یک مستوفی بود و شانس اینو آورد که این افتخارات به اصطلاح روی دوش اون افتاد، اون افتخارات رو به اصطلاح نصیبش شد. یعنی انتظار نمیشد داشت از مصدق که بیاد انقلاب ارضی بکنه، کار اون نبود. در هر حال 30 تیر و که اون تغییر ایجاد شد که به طور مشخصیش اینی که شورشی میشه، مردم میان تو خیابون و شاه حاکم ارتش رو مجبور میکنه و این اجبار تسلیم شدن درباره که اهمیت میده به عظمت میده به این کار. البته بعدش در بعد از انتخابات دوره 17 هم مجلس چی شد؟ 30 تیر به عنوان یک روز تعطیلی هستن اون زمان شناخته شد به یک روزای تاریخی، ولی واقعا روز تاریخی هم بود، چون شورش هم همونطور که عرض کردم رهبری خاصی رو در واقع اولش داشت. هدف مشخص بود، هدف سقوط قوام سلطنه و بازگرداندن مصدق که برنامه‌اش اعلام کرده بود.
یعنی اینطوری هم نمیتونیم بگیم که شورش بی برنامه بود. نه، برنامهش همون برنامه، آره، برنامه قانونی مشخصی بود که مصدق اعلام کرده بود. برنامه انقلابی عجیب غریبی هم نبود، ولی برنامه بود، قدمی بود برداشته شد، موافق بود. این بود که این روز به این اهمیت پیدا میشه. و ما بعدها هم مقایسه کردن این نوع شورش ها به این حرکات و حرکات بعدی میبینیم که چقدر عقب به اصطلاح نزول تفکر انقلابی یا پیشرفت چجوریه، یا پیشرفت چجوریه، چقدر پیشرفتیم، چقدر چیزای دست آوردیم. اتفاقا از نظر این حرکات سیاسی که به زندگی روزمره توده مردمی که مولدن، کار میکنن، کشاورزن، کارگرن که بوده، عظیمه در واقع ملت رو، مردم رو تشکیل میدهن، یکی از نکته های مهم بود که در اون سالها وجود داشته. ولی بعدها میبینیم اینو با اون عقب‌گرد میبینیم که شکل فقط میشه شکل سیاسی قضیه. و مبارزاتی که بعدش کودتا میشه و به طور کلی هدف کودتا همینه که مردم رو از سیاست واقعی دور بکنه. یعنی تبدیل میشه، گروه های وجود میاد، حرکات سیاسی اجتماعی به وجود میاد، ولی یه بخشش ناقص میشه، فقط سرنگونی حاکم رو میخوان و این نقص داره. باید سرنگون بشه حاکم، ولی اینکه چی جاش بیاد و چی کار بکنن به چه هدفی، اون نقطه رو یواش یواش غایب میشه تو سالهای 41 به بعد، وقتی که میبینیم خب مسئله ارضی به جایی میرسه که شاه به راحتی با یه امضا میتونه این انتقال مالکیت رو در واقع قانونی بکنه و قانونی میشه، آب از آب هم در واقع تکون نمیخوره. و این نکته اتفاقا خیلی جالبه. مثلا ما در همین جنبش چپ خودمون اون موقع الان فکرش میکنیم، حتی کسایی نبودن که بر سر این مسئله مالکیت اصلا که زمینش وجود داره، داره از مالکیت و یه شکل به یه شکل دیگه در بیاد حرف زده بشه. این چیه؟ این مالکیت چیه که این شکلی به سادگی میتونه از یکی به یکی دیگه منتقل بشه و یا به دولت منتقل بشه یا از دولت به کسای دیگه؟ و این رو بگم، این تقسیم اراضی در واقع این مسئله ارضی هم که پیش اومده بود، اون رو یادم رفت بگم که از سال 27 بعد که خب رضا شاه خیلی خیلی ملک داشت، اما که املاک رضا شاه 14,000 و از این حرف رو صحبتش هست به طور طبیعی نیست، ولی منطقه وسیعی مخصوصا مازندران و گیلان و در همه جای دیگه شاه شروع کرد به فروختن اینا، در واقع شروع کردن به فروختن اینا رو، نقدش کرد نقدگینگیش رو برای خودش برداشت، در واقع بنیاد پهلوی هم البته دادن، ولی مسئله اینی که املاک رو میفروختن. و در واقع اتفاق شاملو در اون مورد یه شعری داره که برده هایتان را فروختید، انگاه دستی به علامت پیروزی به هم تکان دادید که ما از گروه برده داران نیم. ولی یه فروخته بود که دیگه جز اربابای بزرگ نیستیم، در حالت یه بود. و میبینیم این به اصطلاح مسئله حرکت ارضی هم به سادگی یک شبه یک روزه وجود نمیاد بود. واقعا تاریخش رو اصلا سال 27 تا سال 41 میشه دید. ولی بعد این چیز گفتین توی قیام تیر، قیام در واقع قیام تیر و قیام شده اساسا سیتی، ما خیلی خب بیشتر خب یه قیامی بود در شهر تهران با 21 نفر کشته و به قول معروف خواست معین به اصطلاح بازگشت دکتر مصدق به قدرت. اما نگه تو اون زمینه علارت میگه کشور در واقع ساختار فئودالی، ساختار نیمه استبدادی فئودالی در ایران بود و یک سرمایه‌داری کامل وارد نشده بود، میشه که در این حال ما شاهد شورش های دهقانی خاصی که به صورت کلاسیک مثلا ما توی غرب مثلا بودیم شاهد نیستیم. یعنی این
خود این بیشتر گفتید که مثلا این زمینه ها اینه که خود این جنبش هایی که اساسا به وجود اومدن بیشتر این جنبش های سیاسی قانونگرا تا حد زیادی معطوف به تغییرات در سطح قدرت سیاسی بودن تا به قول معروف جنبش هایی که با مطالبات اجتماعی معینی وارد بشن، مثلا حد ساعت کار، مثلا بهبود شرایط زیستی، این چیزایی که الان ما توی جنبش های اجتماعی کارگریمون شاهدیم با مطالبات روشن در واقع طبقه کارگر، حداقل کارگران خودشون در مقابل دولت و کارفرمایان سامان میدن. تو اون دوره ما شاهد نیستیم خیلی. بل عرض کردم این کوشه های بود بسترش پیدا نمی کنه. من یه وقتم با عنوان یک دیدگاه میگم این آلیاژی که کشورهای در واقع حاشیه که سطح مبنای اقتصادیشون عقب افتاده است دچار یک آلیاژ میشن از پسمنده های گذشته و در واقع تمدن جدید بدون صنعت جدید کامل، یک آلیاژ، یک ملانژ، یک قرقاتی بودن در زمانهایی هر کدوم از این نسبت ها بالاتر میگیره، ظرفیتش بالاتر میره، دیگه قسمت های عقب مونده تر پس میکشن، ولی به صورت یک نوع هم زیستی طبقاتی نامناسب هم به زندگی خودشون ادامه میدن. همین نمونهش رو همین خود اشرافیت روحانیت که تا الانش هم زندگی میکنه جز همین در واقع پوسیدگی های زمان ما قبل سرمایه داری که متاسفانه در این کشور ها میبونه و در به سال شرق هم اصلا یه حالتی خود تأثیر همین دین، خود تأثیر این دین که به اصطلاح چاره نیست باید تمکین کرد و این چاره نیست باید تمکین کرد از دین میاد. این دین تبعیت رو تبعیت به صدا بگیریم قدریگری رو آنقدر چی تبلیغ میکنه که خب آدمیزاد رو تبدیل میکنه به آدم مطیع. یعنی در واقع شما فقط مسئله ظاهری بود اقتصادی قضیه یه بودشه، یعنی یواش یواش متوجه هستیم که انسان فقط یه بود فیزیکی نداره، بود روانی، روانشناسی اجتماعی، این مسائلیه که هرچند علم جدیدیه به نسبت ولی واقعا علمی که توجه نمی کنیم بهش. همین روان آدمی ذات، همین مقاومت ها، همین در واقع پذیرش ها از یه طرف، یه آدم قدرگیری که چاره نیست، یا مثلا سکوت هایی از روی چی بگم مثلا مقاومت، ولی مقاومت پسیو، بعضی وقتا مقاومت پسیو اصلا حکومت رو جریتر میکنه، حکومت رو جریتر میکنه. توده مردمی رو میبینی ناباور، دوست ندارن، متنفرن، ولی ساکتن، چاره نیست. همین چاره نیست میبینی که حکومت ها رو بنا ادامه خواهند داد و به این ترتیب. این چیزه روانی هست، بخاطر همینه که در واقع فعالیت های سیاسی، تبلیغی، ترویجی در تقابل با اون همه باورهای دینی و قدری و عقب موندگی چقدر سنگین و چقدر سهمگینه و بعضی وقتا خود همون تبلیغ و ترویج فقط یه بعد سیاسی ساده ای رو میگیره، چون از چی یاد دستمون بریمه که شعار سرنگونی بگیم به همون متوقف میشه. متاسفانه خود نگاه به تاریخ هم تا حد زیادی میشه گفت یک بودی بود. یعنی شما مثلا وقتی اصلاحات ارضی رو مثلا توی زمان شما میبینی با یه به اصطلاح اصلاحات ارضی قانونی رو اعلیحضرت در واقع امضا میکنه، قدرتش اقدام شاهانه، و یک سری رو به قول معروف که از مثلا از 1339 تا 41 شروع میشه، بعد خود اون اصلاح تا حد زیادی اگر میخواست که کلیت زمین ها رو وارد در واقع این اصلاحات ارضی کنه و تقسیم اراضی صورت بگیره، اصلی ترین مالک هم خاندان پهلوی بودن و هم روحانیت.
و میبینید که اساس این دوتا بزرگترین مالکان کشور بودن، اینها خارج از در واقع این اصلاحات به اصلاح قرار میگیرن. یک سری زمین ها خریداری میشه از این سری از مالکای بزرگ، ولی آن چیزی که هست میشه گفت که چون یه جنبش نیرومند دهقانی، به قول شما یک شورش های دهقانی ما نیستیم، نارضایتی های عمیق هست، یک سری برخی به قول ساکت اعتراضی هست، ولی به مثابه یک جنبش بزرگ دهقانی که بخواد تحمیل کنه و مهمترین مالکا که مثلا روحانیته که همه اراضی کشور، اکثر اراضی کشور داره، به اصطلاح مالک بسیار جهاست، و یکی از میدونی که در واقع علت اعتراض روحانیت و خصوصا شخص خمینی بله بود که اینا میخوان به موقوفا، املاک موقوفا رو مسئله بود و خیلی هم ساده املاک موقوفه از سادرزی مثلا حد شد، مثلا این جور چیزا. و نکته خیلی نکته مهمی در همین مسئله بود که همون سادرزی که به حساب پیش اومده بود، اگه چون قبلا هم یک وقت اشاره کردیم از سال 38 تا 41 دوران بحرانی بود که 5 کابینه عوض شد و هر کابینه مربوط به یک گروه سیاسی غربی بود، مثل باشگاه های لاینز و مثل روتاری و از این حرفا، فراماسونری و فراماسون فرانسه، فراماسون انگلیس، روتاری، لاینز، اینا بزرگترین چشمگیرترین بودن و همطور به حساب کلوب های سیاسی دیگه اونا عمل میکرد. این کلوب های سیاسی کلوب هایی هستن که یک کلوب از کشورهای مختلف آدم های سرشناس دانجا عضو و با هم دیگه رایزنی میکنن و برنامه میدن برای اجرا به دولت های حالا آمریکا بزرگ کوچیک هرچی در هر طور عمل میکنه. سیستم اینجوری بود، حالا سیستم میمزه فرق کرده باسم، ولی اون موقع اینا عمل میکردن. در هر طور وقتی که میاد به مسئله ایران، علی امینی که یکی از کارگزارانه، یعنی یکی از باورمندان به سیاست آمریکا بود، باورمند سیاست آمریکا، من لقب نمیدونم چی بهش بگی، خواهر و چی بگی و تفرقی اینجا نمیدم بهش، نه، یه آدم باورمند به سیاست آمریکا بود، در واقع آمریکایی با تبع ایرانی یا شازده قجری که باورمند سیاست آمریکا بود، مثل باورمند های سیاست و موافق هم میشد در واقع. اون قرارداد امینی پیچش خیلی معروفه در مسئله نفت، بازم گیر داره. در هر حال اون بر اساس اصلاحات ارضی که در آمریکای لاتین بود، بر اون اساس اومد که چون جنبه های یه مقداری رادیکالی هم داشت، یه مثل ارسنجانی که یه سوسیال دموکرات بود، یه سوسیال دموکرات میشه گفت رادیکال بود، طرفدار خلیل ملکی بود، ارسنجانی رو به عنوان وزیر کشاورزی بعدن شده ساعت ارزی رو انتخاب کرد که بتونن اون برنامه رو اجرا بکنن. اون برنامه عبارت بر این بود انتقال زمین ها از اربابا به دولت، اصلش بر این مبنا بود که انتقال از اربابان به دولت، و همین منطقی بود، رادیکال هم بود، نه انتقال ارباب به 5 تا ارباب زمین داری. این همون میشه، فرقی نداره، یه ارباب شده 5 تا شده 10 تا شده 100 تا، ولی ارباب به دولت یه مسئله دیگه بود. اون وقت دولتی که زمین رو میده به کشاورز، به کسی که کار میکنه روش، تا کار میکنه روش میتونه زمین داشته باشه. این چیزی که تو آمریکای لاتین مربوطون و سنتشون این هست، سنتشون این هست که این زمین رو تا وقتی کار میکنن کار بکنن، وقتی کار نمیکنن دیگه باید بینه یکی دیگه کار بکنن. و حتی در مورد خونه حد اکثر میتونه 15 سال یه خونه داشته باشی که مسکونی خودت نباشه، مثلا به دیگه جاره، بعد 15 سال دیگه مال تو نیست، و اندازه کافی پولی هم در آوردی دیگه بس. و این خود این یه سنتی بوده گویا از این که آمونده به اصطلاح مالکیت، و به این ترتیب مالکیت همیشه مشاع بوده و مال عموم بوده،
و این مسئله خودش یه نکته ایه که همون مالکیت رو از ارباب میباید به دولت منتقل بشه که اونم برداشتن و به یه نوع دیگری اصلاحات ارضی رو اجرا کردن. اما اون نکته ای رو که میگیم 10 سال پیشتر از اون که در مورد همون اصلاحات قانونی تهدید بهره مالکان رو روش فکر کرده بودن که اگر قرار باشه ما سطح تولید بالا ببریم، مکانیزه بکنیم، اینا این حجم وسیعی رو که به اصطلاح کارگری که دیگه روز زمین کار نمیکنه که کار نیست که تراکتور بیاد دیگه خیلی از کارهای کشاورزی دیگه نمیمونه، وجود نداره، در اینجا مجبورن آواره شهرها بشن، میباید برای اون برنامه داشته باشن. بدون برنامه برای اون شروع کردن اصلاح درجی کردن و این اصلاح درجی کردن خب طرف هم زمینی کلانه داره، تراکتور آوردن که 2 عیب داشت. یکی این که تمام زمین ها تبدیل شد به گورستان های تراکتور، تراکتور میوارد میشد ولی تعمیر و در واقع اداره صنعتی و مکانیکی همین تراکتورها خودش نیروی معین در واقع تکنسین رو میخواست که وجود نداشت. هر کسی یه جوری تعمیرکار شده بود، تعمیرکارهای خیلی ساده که در واقع میشه گفت مقدار خیلی زیادی از زمین ها تبدیل شده بود به گورستان تراکتورهای واردات. اونم یه عیب از اون ور. از این ورم سیل فروشان کارگر یعنی کشاورز بی زمین که دیگه هیچ اگر قبلا امید داشت اگر بمونه نمیدونم ممکنه ارباب یه لنگ به صدای چند هکتار زمین بهش بده، به این عنوان خیلی هم میموندن در دهات و به صدای اونایی که به ساخت صاحب زمین کوچولو میشه یه صاحب نسق میشد، از این لغت ها وجود داشت که الان نیست دیگه. ولی اینا همه وقتی میبینن که تموم شد، مالک الان اونایی که زمین داشتن کار میکردن همونا اونا صاحب زمین شدن و بقیه دیگه هیچی ندارن، این بود آواره شهرها شدن. این سیل در واقع حاشیه نشینی شهرها دیدیم چی رو وجود آورد. یعنی این مسئله به اصطلاح تغییری که وجود اومد در سال 57 از سیل عظیم این حاشیه نشین ها بود. یادمون نره که اینا نقش مثلا تعیین کننده ای رو داشتن. واسه حرکاتی که بود، حرکات شهری بسیار بالای کارگراب اعتصابا، کارگر شرکت نه مخصوصا که این دولت رو در واقع به سقوط کشون، ولی دولت رو به سقوط کشون چی جاش گرفت در واقع همه میدونن، همه هم تحلیل کردن. حاشیه نشین ها و میدون حاشیه نشین یعنی چی؟ یعنی گوش به زنگ های آخوند ها، گوش به زنگ آخوند ها بودن. اینا همه شون پامنبری بودن، کسر بودن که پامنبر بودن، دیارت هم بودن و در واقع سیاهی لشکر تعزیه ها همینا بودن. و متاسفانه میبینیم دیگه حتی از عناصری که الان کاری هستن به اصطلاح از همین ظاهرا قشر تویدستن ولی تویدست بی فرهنگ. آخه یه مرده هست قشر تویدست هست، کارگر با فرهنگ باید بگیره تویدست اونم، ولی تویدست بی فرهنگ نیست. متاسفانه اون حرکتی که اون اصلاح درزی که اون به اون ترتیب شاه انجام داشت، قشر توی دست بی فرهنگ رو روش داد تا حد زیادی. خب مثلا شما میبینید که مثلا توی قبل از اصلاحات ارضی به اصطلاح 20% زمین ها دست اوقافه و 10% دست شاه، که اینا این حداقل این دوتا و 50% که دست اربابای به اصطلاح زمیندارای بزرگ بودن تا حدی خیلیشون معاف شدن از این اصلاحات، خصوصا اوقاف. اوقاف در این اوقاف که اعتراض داشت اون صاحب کسانی شد که در واقع اگر در روستاها توسط روحانیت در واقع تغذیه می شدن به لحاظ فکری،
اون موقع هم که اومدن دیگه در حاشیه شهرها و امیدهایی برای زندگی بهترشون به یک سراب تبدیل شد، آمدن به شهرها تا حد زیادی با اون فشارهای وحشتناکی که در حاشیه شهرها بود و به قول معروف خانه خرابی ها که الان دیگه در ابعاد بسیار بسیار وسیع‌تری خودش داره شکل میده و شکل داده، اون موقع خب در واقع مهمترین بنگاه های تغذیه فکری این جمعیت معترض بی آینده سراب حکومت اسلامی و سراب عدل علی بود که در سوی روحانیت در واقع داشت به جامعه حقنه شد و کل جامعه رو برد در یک افق تاریک، افقی معلوم نیست چجوری، و متاسفانه هم به سربازان ولایت و هم به سربازان جنگ قربانیان بزرگ تبدیل کرد. و تا حد زیادی مثلا خود این سازمان بسیج کستر، بسیج بزرگی که بود در بسیاری از جهادهای خمینی علیه مردمان کردستان و تکمنسهرا علیه دانشگاه ها و برای بستن دانشگاه و انقلاب فرهنگی، برای در واقع نبرد علیه نیروی سکولار و آگاه جامعه و کمونیستا و چپا و لیبرال ها در واقع حتی شکل میگرفت، میشه که از این نیروی تاریکی سود بردن. روحانیت تغذیه‌گاه اصلی این نیروی سیاه فاشیستی شد و پای بسیاری از تویدستانی که فاقد افقهای روشن آگاهی بودن سازمان داد و این دوره در واقع سختیه. حالا اگر از این بگذاریم، ما باز در تیر ما به هشت تیر این تأثیر پذیری ما از دنیای خارج و درست همون زمانی بود وقتی که مصدق شروع کرد اون به سر ملی کردن نفت، آغازی بود در اون موقع، بر زمان دورانی بود، دوران مبارزات ضد امپریالیسم، ضد استعماری. بعد از ایران مثلا ناسیونالیسم عرب در مصر گل میکنه و عبدالناصر میاد میکنه و در جاهای دیگه به طور کلی مبارزات ضد استعماری شکوفایی بزرگی داشت، از الجزیره بگیر، ویتنام بگیر و بعدش هم آمریکای لاتین. تمام اینا در دهه در واقع آخر دهه 50 و 60 که گل میکنن و خودشون رو نشون میدن. و در اینجاست که ایران هم جدا از دنیا نیست، تحت تأثیر اون مسائل در خودش در واقع میشه گفت تداوم حرکتی که از سالهای 27 28 29 یا 30 شمسی که در ایران شروع شده بود، ما تداومش رو نمیبینیم، بلکه از سال در واقع 41 به بعد که حاکمیت شاه با این اصحاد ارزی کرد و حاکمیت ساواک و اعمال قدرت بی حد و حصر، فضای دیگر وجود آورد. بی جمان اعتراض وجود داره، هم میخوام در مقابل این نابرابری، این فشار سیاسی مقاومت بکنن و این مقاومت متأسفانه زمینه اجتماعی کاملی نداره. در اون موقعی که داشت اشاره بهش کردیم، در اینجاست که در واقع به تبع این حرکات دنیایی که مسائل اجتماعی ما مثل وجود اومدن سازمان ها، گروه ها و مخفی سیاسی به اصطلاح خودشون نشون میده، مخصوصا میبینیم که در همون موقع شاه هم میخواد قدرت نمایی بکنه، 2500 سالی میخواد ناسیونالیسم ایرانی رو یک ناسیونالیسم ایرانی کهنه گرای باستانی و از این جور چیزا، ملت باستانی و صحبت‌های بیهوده نظیرین که متأسفانه هنوزم داره، هنوزم کم نیستن کسایی که پله‌های دانشگاهی رو گذروندن، هنوزم تأکید میکنن بر گویا قدیم بودن بعضی ملت‌ها. یعنی حالا میبینیم ملت چی شده، ملت پدیده تازهی بود، تازهی هست
که متاسفانه یعنی عامل جامعه شهری رو داره و وقتی که ما یه وقت 80% در دهات بودن و 20% در شهرها انتظار نمیشد که اون در واقع قوام ملی یا اون شکلگیری ملت رو شاهد باشیم و میبینیم که وقتی هم به وجود میاد تحت تاثیر در زیر سیطره شلاق ساواک و در واقع نیروهای امنیتی هست که چون پول نفت رو هم داره اون بازی های مسخره 2500 ساله رو با اون هر هزینه های اون گفت رو به اصطلاح اعمال میکنه و این بازتابی رو میخواد. این بازتاب متأسفانه بازتاب وسیع اجتماعی نبود، همون در واقع تمکین کردن و ببینیم چی میشه در میان توده های مردم، ولی بخش جوان بخش آگاهش نمیتونه اینه بپذیره و میبینیم که در واقع میشه به تبعیت یا بازتاب حرکات ضد استعماری خارج از در جهان و مخصوصا به اصطلاح رهایی کوبا که سمبول شد و یه نوع رومانتیک هم بود، این شاید بشه گفت این راه ساده ترین راه میانبر بزنیم که همه گذشته رو در واقع از بین ببریم و میبینیم که اگر کوبا یک میشه گفت یه استثاده رو یه حرکت بود همه جا نمیشه این میان برو زد و دیدیم که نمیشه و این نکته ولی همین حرکت همین باستابی این حرکت انقلابی در ایران میبینیم که واقعا شکوفایی داشت، یعنی جوانهایی که دیگه از همه چی گذشته در واقع سمبولی شدن برای آزادی خواهی و شروع کردن علیه در واقع همون ابهت اون 2000 مهمترین حرکت این بود که اون جشنهای 2500 ساله رو پوچ کردن، یعنی اونو به هم ریختن، اون عظمتی اون تمام کشورهای سلاطین جهان رو شما در نظر بگیرید همون یه وعده خرجشون نهار و شامشون چقدر میشه. مثلا وقتی که میبینیم از فلان رستوران فوشون از پاریس براشون صبحونه میره، هم خود خرج هواپیماش رو بگیر، حالا نونشینی که میبره جهنمشون رو ده. ولی منظور این که اون اباحت که اون میخواست نشان بده به عنوان شاه شاهان، میبینی با همین حرکاتی که ظاهره میشه گفت محدود، ظاهرن میشه گفت تونستن بالاخره بعد از 5 سال سرکوبش بکنن، ولی این 5 سال دیگه نذاشتن که آب راحت از گلوی اعلی حضرت پایین بره و به 2500 سالش بناسه. واقعا اگر اسمی می برد این حرکات اونو در واقع پوچ کرد، از این نظر حرکت موفقیه. به خاطر همینی که بازتابش آنچنان میشه که تا الانش هم یارو میبینیم مرتجع ترین پوزیسیون رو میگیره ولی از اسم فدایی نمیخواد جدا بشه، یعنی هنوز میخواد از اعتباری که 45 سال پیش گرفته بود هنوز اینقدر مایه داره که این یارو مرتجع به اصطلاح کجباور هنوز میخواد از این مسئله استفاده بکنه. یعنی مسئله اینی که اون باحتی رو وجود آورد. همه بعضی حرکات تاریخی این کار رو میکنن، یک پدیده وجود میارن، یه اسم وجود میارن، تو همه جا میبینیم، تو کردستان هم که میرسیم بهش ولی همینجوری بود همینجوری هست. در هر صورت ما یاد و خاطره اون بزرگان اون عزیزانی که ابهت 2500 ساله حکومت شاه رو در واقع به هم زدن و خودشون ستاره شدن. الان کسی صحبت از 2500 ساله نمی کنه ولی صحبت از 8 تیر میشه، معلوم میشه کدوم یکیش از نظر تاریخ معلوم میشه کدوم یکیش سنگین تر بوده. ممکنه بگه ها چند نفر، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر بوده،
مسئله اهمیت اون حرکت اجتماعی مهمه که میبینیم به هزاران نفر به اصطلاح دکور جشن 2500 سال رو که 6 ماه یا بیشترش ریش میذاشتن که شبیه سربازای کردستان هرپیس نمیذاشتن، این همشون ریش مال خودشون بود، این به اصطلاح سواره های تخت جمشید هرپیس نبودن، ریش بود، ریش خودشون گذاشته بودن و این همه زحمت کشیده بودن با یه طریقه با کشتن نمیدونم زندیپور یا شهریاری به باد میره، به باد میره تمام این ابهت. مهم مسئله همینه و حرکات بعدی رو باید پیش میره و میبینیم از یه طرف اون در واقع توده وسیع یه مقداری تحت تأثیر و خرافات و فرهنگ دینی متاسفانه حاشیه نشین شهرها، اونا به جای رسید که اعتراضشون با دیدن خمینی در ما به این فاجعه انجامید که دیدیم تغییر حکومت بود و فشار اون موقع امنیتی همچنان بود که فقط سرنگونی شاه مطرح بود. باستم دیگه اون چوری که زندگی رو پسش چی باید بذاریم؟ بودم وقتی که میبینیم بعد از 50 سال، بعد از 27 سال، بعد از 1330 که وقتی میخوان یه قانون اصلاحاتی بکنن قانونی، ولی فکر میکنن که این آدم ها رو باید پرهی بریزیم، شورای نمیدونم صندوق دهی گذاشته بودن که از بهره ایشی از این زمین میاد یه مقداری به اون به اصطلاح شوراها و صندوق ده، اینا رو کی میکنه؟ همونی که به اصطلاح هیچ ادعایی هم نداره، واقعا سوسیالیست هم نبودن ولی منطقی عمل کردن، یعنی منطقی عمل بکنن باید این کارو بکنن، باید اداره به اصطلاح صندوق شورای رو در ده بذارن که درصدی از به اصطلاح بهره اون چیز رو ملک رو در اون صندوق بریزن که اون صندوق کارش چیه؟ کارش اینه که این آدمایی که بیکار میشن برای اینا راه حلی پیدا بکنه و بسیار منطقیه از خودشونم، یعنی چی عجیب غریبی نبود، ولی متاسفانه این نوع فکر کردن ها دیگه از رخت بربسته بود، یعنی فشار امنیتی شاه این کار کرده بود که واقعا به این فکر نرسیم در صورت اجتماعی به طور واقعی مطالبات اجتماعی به خاطر همون فشار وحشتناک ساواک و به قول معروف فشار سیاسی که بر فعالین اجتماعی دیکتاتور همینه دیکتاتور میذاش در واقع تا حد زیادی همه رو یکی از المانای دیکتاتوری همینه که خود فقط اعمال زور آره. همون و پشتش که چه چیزی رو باید عوض بکنیم که این اعمال زور هست اون نادیده گرفته میشه این نکته است، باید اگر قرار باشه صبر بکنیم باید صبر و تحمل رو در پیدا کردن راهی که این دیکتاتوری نتیجه شه به کار ببریم. بعد ببینیم که این تغییر حکومت شد و در جایی چرا در کردستان میشد تداوم قیام رو دید. این اصلا یکی انقدر بدیهیالی شد برای من انقدر بدیهی، چون تفکر دینی بر زندگی مردم بر ساحه بر میدان سیاسی مردم حاکم نبود. این بود که به راحتی میگه جمهوری اسلامی میگه نه، در کردستان میگن نه، در دو استان بزرگ در ایران به جمهوری اسلامی میگن نه. نبردهای تبلیغات وسیع، نه تلویزیونی بودن سازمانی بودن سازمان داده بشه، نه، این فضای عمومیش این رو میطلبه. این فضای عمومی چیه؟ از زیر حاکمیت دینی تسلط دینی به دوره و میشه تو اونجا هر صد آدم ها میتونن تصمیم بگیرن، این کمکشون میکنه با تمام عقب موندگی هایی که طبعا دارن، یعنی جات نذاشتن اینا رشد بکنن. و میبینیم که در کردستان حرکاتی پیش اومد، نمیدونم شورای شهری پیش اومد که قبول کردن ولی نیروشو نداشتیم نگه داشتیم
نگرش داریم که یعنی اینقدر نیرو نداشتیم نگرش داریم، مثلا این که چقدر نیرو داشتیم چقدر بود. وقتی که اونا قبول میکنن که کمیته های اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی در سندن منحل اعلام میشه و اداره شهر به دست مردم شهر انتخابی باشه، و این چیزی که بعدا نقضش کردن، نتونستیم اونه نگه داریم. این یه پلس یه همش بود، ولی اگر بر اون مبنا میشد رفت شاید کمتر ضرر میدیدیم. مثلا در هر حال اونو نتونستیم نگه داریم، خب حکومت باید برگرده. چجوری برگرده؟ معلومه با نیروهای عقب مونده. نیروهای عقب مونده کیا بودن؟ نیروهای اسلامی در کردستان کیا بودن؟ یه بخشش بود که همون قطبش در سنندج بود، مفتی زاده که همین سلفی ها هستن الان، نیروهای در واقع مبنای داعشی فکر کردن، یعنی سلفی، یعنی به همون زمان همون کارشونی که فکر میکنه که زمان محمد برگردونن. و از یه طرف هم مرتجع‌ترین بخش جنبش در کردستان که عبارت از اشعری مثل بارزانی باشه. اینا دو تا عامل خیلی 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 مهم و بازدارنده همین حرکتی بود که میرفت شکل بگیره. که خب از یه طرف هم حکومت بر اساس با همکاری اینا شروع میکنه به در واقع هجوم آوردن. شورای شهر سنندج رو دور زد، هیچ کمکی بهش نکرد، نمی کنار گذاشت و هیچ نیرویی هم، هیچ کسی هم نبود که این شورا رو نگه داره. این از این طرف. از یه طرف دیگه در شهرهای دیگه باسمون شوراهای وجود اومد. شورای شهر سنندج رسمی بود، انتخابات شده بود، خودشون رسما امضا داده بودن. در واقع شورای انقلاب اون موقع غیر از خمینی و منتظری بقیه‌شون اومده بودن. رفسنجانی و بهشتی که صدرشون بود و رفسنجانی و بعد بنی صدر رو همه شون اومده بودن، وزیر به سن خورتازه نعمد بود ولی وزیر کشور اومده بود و کلی چیزا رو قبول کردن. به اصطلاح نتونستیم. اینجا یه نکته بود، نتونستیم. خب ولی انقدر هم نبود که اصلا نتونیم، حداقل این بود که در هر صورت تلاش بکنیم که شهرها رو یه جوری اداره بکنیم. و از یکی از نکته هایی که خود حکومت فکر میکرد یا خود مسلمان ها فکر میکردن چیز دارن، پایگاه دارن، که همون پایگاه قیاده موقت بود، که همین مسئول بارزانی بود، نیروهای مسئول بارزانی در منطقه مریوان بود. و منطقه مریوان هم خودش یه منطقهش به نام اورامان که به سر محل نفوذ سالیان سال، صد سال هم بگذره، از طوایف نقشبندی، شیوخ نقشبندی، مرتجع تا مازوف سخون، اینا در همون منطقه هم. خب در همین منطقه طبیعیه که در مقابل با نیروهای خیلی ساده، یه نمیگم خیلی هم رادیکال باشه، در تعارض میفتن. و این تعارض در مریوان به اصطلاح خودشون نشون داد که از نظر دولتی چمران و نیروهای تازه شکل گرفته بسیجی و چی و چی، یه به قول خودشون میگن چمران که یکی از آدم های بوده که از اولش هم مثلا قبلا اشاره کردیم بهش که به وجود آورنده در واقع مؤسس انجمن دانشجویان مسلمان بودن در سالهای 60 و بعدش هم در لبنان و در به اصطلاح عمل رو اون موقع سازمان دادن و اون چیزی که در عمل یاد گرفته بود و اینا خودش میخواست. به قول عزت صحابی که مصاحبش هست میگه که آره چمران میخواست دانسته هاشو اونجا به عمل در بیاره، امکانات هم داشت، پول هم داشت، نیرو هم داشت، فلان داشت. طرف مقابلش که نیروهای تازه سر از خاک در آورده، جوون بی تجربه، در واقع بی امکانات، حد اکثر یه دونه
4 تا نمیدونم رسه به غنیمت گرفته شده با 200 پشنگ و 5 تا کلاشینکوفی که گیر اومده بود، مقابله اینجوری بود، اما مقابله بود. و وقتی که اومدن شهر مریوان رو محاصره کردن، دیگه اونم اواخر تیر بود که مردم شهر مریوان یه شعاری رو برداشتن و اونم این که ما تسلیم نمیشیم ولی جنگ نمیخوایم ولی تسلیم هم نمیشیم و ما از روبروی با ارتش دوری میکنیم، اصلا شهر رو خالی میکنیم. به این شهر حدود 30-35 هزار نفری در اون زمان خالی شد. قسمت قریب به اتفاق مردم این تصمیم رو قبول کردن که همیشه رو شهرشون گرفته بود و به 15 کیلومتری شهر مریوان کوچ کردن و خوشبختانه تابستون بود و صاحبان های کوچ روی زدن. آوری این حالت های در واقع انقلابی و شورش و پویا آنچنان شکوفایی داره باور نکردنیه. تمام نبود امکانات، نبود قضا، نبود مثلا اینکه تو 30 هزار نفر چجوری باید خورد و خوراکش از کجا بیاد، این خیلی مهم بود. حد اکثر برسه یه نفر یه تخم در روز اگر میرسه که نمیرسه، اما اینا از کجا میومد؟ اینجا دوتا نکته مهم، از قصر شیرین کالا میاد، نون میاد، تخم مرغ میاد، گوشت میاد، از شهرهای دیگه، از همه جا، از خرم‌آباد میاد، از جنوب میاد، از اهواز میاد، تریلی یک کامیون کامل جنس میاد. و اینا چیه؟ اینا نشوندنده اون پیوند انقلابی و اون پیوندی که بین آدمیزاد وجود داره. طبعا در میون منطقه کردستان این پیوند خیلی خیلی بالاتر بود و اینجاست در واقع آدم میگه دود نشانه آتشه، اون دود رو آدم اینجوری میتونه ببینه. هیچ کسی به اون خانواده‌ای که در قصر شیرینه، کسی نه ازش خواسته بود، نه زور کرده بود، نه رفته بود، نه تلویزیون دیده بود، نه هیچی، ولی همون دوتا تیکه پنیر و اون 50 تا نون رو میذاره توی سفره و میذاره رو اون باری که میاد. این پیوند، این پیوند ها نانوشته است. این نیرو، نیروی در واقع بگیم ملی، یه نیرویه که به سادگی هم نمیشه با قلم توضیحش داد، هرچند عواملش رو میشه دید. مثل خود نیرو، اصلا خود نیرو رو بشر نمیتونه بشناسه، انرژی رو میشناسه. انرژی ها قابل تبدیل به هم دیگه هستن، از انرژی ها استفاده میکنه، انرژی حرارتی به شیمیایی، شیمیایی به حرارتی، حرارتی به نورانی، نورانی به حرارتی، همه اینا میشه، نورانی به الکتریکی، انرژی رو میشه تبدیل کرد. ولی خود نیرو چیه؟ فکر نکنم هنوز کسی تعریف نکرد، اما مجموعه اینا هستش. منظور این نیروی اجتماعی به وجود میاد، چیزی نیست از آسمان هم بیاد و میبینیم اون به وجود اومده و بعد از اونم خب حرکاتی ادامه میده. ولی خود شکلگیری این حرکت به خاطر همین هم بود. وقتی که حکومت میبینه خب هم دوستایی به اصطلاح همکارایی داره مثل این مسلمان های کرد و مسلمان و مثل قیاده موقت و بارزانی و از این حرفا، خب شیرسرم شد و دیگه نمیتونه تحمل بکنه این پیوند و این پیوستگی مردم رو، نمیتونه تحمل بکنه. و این بود که هرچی میشه گفت ناگاه، ولی دیگه میبینه که دیگه نمیتونه و حمله کرد. یعنی حمله 28 مردادش به تمام کردستان از زمینهای تیرماه دور نیست، دور نیست از اون فکری که میکنه تمام زندانیان سیاسی رو باید کشت. اون به غریزه طبقاتی خودش اینو میفهمه. حکم نفیش رو میده، حکم قتل تمام زندانیان سیاسی رو میده و مدعی میشه باید جایزه بهش بدن.
حالا ما حتما کردستان هم همینطور نمیتونه اونو ببینه و حمله میکنه و بعدش میبینیم که پدیده بوجود اومد که اون به سر جنبش مقاومت هم اتفاقا اسم گرفت، جنبش مقاومت خلق کرد، که این پدیده جدید بود. این پدیده ادامه نمیدونم حرکت اونی که گفتن بهش نمیدونم جمهوری مهاباد نیست، نه نه اصلا، حتی ادامه اون حرکتی که به اصطلاح در سالهای 46-47 عنوان کمیته ای که از حزب دموکرات جدا شد، اون البته جدا شد مثل سازمان انقلاب، این تداوم اونم نیست، نه این اونا همش عوامل تاریخی هن که میتونن اثرگذاری خودشون رو داشته باشن ولی تداومش رو نمیدونن، چیز تازهی. این پدیده جنبش انقلابی خلق کرد در تعامل با جمهوری اسلامی پدیده تازه بود، شکوفا شد در تمام ایران، دوستا و همه در واقع فقط چپا بودن که از این پدیده دفاع کردن چون ماهیتش چپه، یعنی نمیتونی آزادی خواه باشی و چپ نباشی، این نمیشه. حتما ما باز به این جنبش مقاومت مردم کردستان و جنسش باید بپردازیم، اما همین اعتصابات درخشان کنونی که الان جریان داره نشان دهنده همون دودیه که نشانی آتش انقلابی انقلاب میبینیم دارم. ما بتونیم باز در این باره متاسفانه نرسیدیم که گوشی باز اشاره بکنیم و بعد مقایسهش بکنیم با اون مبارزاتی که سال 29 تشکیل شد. خب وقت هست، ما هفته آینده باز ما میشیم که در این باره باز گفتگو کنیم. درود بر تو یوسف عزیزم و شما بینندگان برنامه برگستاری که به این برنامه توجه